با آموزش مدیریت پروژه و نرم افزار آفیس پروژه در خدمتتون هستیم. همونطور که تو جلسه قبل خاطر دارین، ما محاسبات زمانی رو بر روی شبکه AUN انجام داده بودیم. پیشتر توی MSP ما پردیسسورها یا پیش نیازهای یک فعالیت رو تعریف کرده بودیم که اکثرا به صورت FS بود و برخی از اونها حالا حالتهای دیگری رو شاید داشته باشن که مثلا اینجا SS رو مشاهده میکنیم و همطور اینجا. خب FS و SS بیشترین پیش نیازهایی هستن که استفاده میشن. تو این جلسه ما میخوایم محاسبات زمانی رو انجام بدیم. همونطور که خاطرتون هست توی این قسمت نتورک دیاگرام ما میتونستیم AON رو یک پروژه رو مشاهده کنیم که اگه من اینو از زوم خارج کنم میبینیم که یک شبکه AON واسه یک پروژه نسبتاً بزرگتر خیلی زیاد هستش و محاسبات زمانی به صورت دستی توی اون یکم مشکل خواهد. خب برای اینکه محاسبات زمانی رو توی پروژه انجام بدیم، ما تسکار رو به صورت اوتو اسکجول قرار میدیم و توی اینجا مقدار زمانی که یک فعالیت لازم داره تا بر اساس یک سری منابع عادی انجام بشه رو از قبل تعریف میکنیم. حواسمون باشه وقتی که ما یک پروژه ای رو داریم انجام میدیم روی یک فعالیت، اگر دو نفر کار کنن ممکنه زمان کوتاهتری رو لازم داشته باشه و در صورتی که سه نفر کار بکنن زمان کمتر بشه باز، و اگر اون فعالیت رو یه نفر انجام بده خب زمان بیشتری لازم باشه، اما اگه چهار نفر اون فعالیت رو انجام بدن شاید دیگه زمان تغییر نکنه، به هر حال یک حداقل زمان اینجا وجود داره. خب ما الان تو اینجا چون منابع رو تعریف نکردیم نمیتونیم بگیم که دقیقاً این زمانها به چه صورت خواهد بودش. ما میایم با خبرگان مصاحبه میکنیم و حدود زمانیش رو واسه یک منابع معمولی در نظر میگیریم و زمانها رو تعریف میکنیم. بعد از اون که منابع رو به صورت مشخصتر تعریف کردیم و اومدیم منابع رو تخصیص دادیم، در اونجا با زمان رو بررسی میکنیم. آیا زمان درست قرار داده شده؟ آیا وقتی که من این تسک رو توسط شخص A انجام میدم همین زمان انجام میشه؟ یا اگر توسط شخص B انجام بدم دوباره همین زمان خواهد بود یا تغییر خواهد کردش؟ خب اینا رو ما توی زمانه تخصیص منابع باز مرور خواهیم کردش. پس اینجا فقط میخواییم زمانها رو تخصیص بدیم. خب زمانها رو توی یه فیلدی به نام duration میتونیم تخصیص بدیم، یا اینکه استارت و فینیش اونا رو تعریف بکنیم، بگیم اوکی این استارتش از 15 وقتی که استارت رو تغییر میدیم میاد از ما میپرسه آیا میخوای مثلا تسک و انتقال بدی، بعد استارتش مثلا تغییر میکنه و لینک بشه و حالا چیزای دیگه. من فقط کنسل don't move میکنم که تغییر نکنه. در صورتی که استارت رو تغییر بدیم، خب یه کاری که میکنه MSP، اوکی اینجا هم نشون داده، یه محدودیتی رو واسه ما قرار میده که میگه تسک زودتر از اینا، یه محدودیتی ما رو قرار میده، میگه تسک زودتر از این زمان نباید شروع بشه. خب پس بهتره من اینجا استارت و فینیش رو اول تغییر ندم، یا بر اساس دوریشن اصلا کاری نداشته باشم چه زمانی هستش. ما بعد میایم زمان شروع پروژه رو تعریف میکنیم و خودش اینا رو انتقال میده و بر اساس پردیسسوری که تعریف کردیم تسکای بعدی رو خودش میاد و در جای مناسبش قرار میده. مثلا اگه من اینو 2 بکنم یا 3 بکنم، این تسک 3 انجام میشه، و اگر پیش نیاز فعالیت دیگه‌ای بودش اون فعالیت رو هم تغییر میده به یک بازه زمانی دیگه. و من میام تو ابتدای پروژه، میام اینجا تسک 3 پیش نیاز تسک 6 هستش. اگر من این رو 1 اضافه کنم، این تسک من نها کنید اکثریت استارت ها تغییر کرد، چون پیش نیاز تسک 6 بود، تسک 6 پیش نیاز تسک 4 هستش و تسک 4 حتما پیش نیاز های دیگه، پیش نیاز فعالیت های دیگه هست. پس تغییر زمان چون اوتو اسکچول هم هستش، خودش میاد و استارت و فینیش ها رو تغییر میده. پس من میام میگم اوکی انجام تحقیق کتابخونه من 7 بودش. اگه خاطرتون باشه ما اومده بودیم زمانها رو توی یک فایل اکسلی قرار داده بودیم، فکر میکنم اگه فایل اکسل رو باز کنم،
خب این باز کنم، هایت بکنم، قبلا هایت کرده بودم. خب این رابطه وابستگیش هست، اینم دیوریشنش هست. خب بر اساس این فایل اکسل میایم زمانها رو انجام میدیم، میگیم آقا انجام تحقیق کتابخانه من 7 روز طول میکشه، میام اینجا اینو میکنم 7، 7 خالی اگه بذارم پیش ورزش این هست که 7 روز رو قرار بده. اگه من بگم این 7 ساعت هست، 7H رو قرار بدم، 7 ساعت رو در نظر میگیره. یا به صورت دقیق تر اگه من این رو باز کنم و بخوام فعالیتش رو تعریف کنم، 7 day بذارم، estimate میزنیم، چون در حال حاضر ما اینا رو تخمین میزنیم و وقتی که پروژه شروع میشه و انجام دیگه حالت estimate نیستش، و 7 روز رو اینجا قرار میدم. خب من این فایل پروژه‌مو قبلا زمانهاش رو قرار دادم، فایل اکسلش رو هم واسه شما قرار دادم که میتونین توی فایل MSP که دارین تهیه میکنین اونو قرار بدین. من اینجا قبلا زمانها رو قرار دادم، این 7 روز بود، این 1 روز بود، انتخاب موضوع 2 روز بود. یه موضوع رو توجه کنید، قبلا فایل ما به صورت بینازنین بود، من خب کامپیوترم رو عوض کردم و دیگه الان فایل فونت فارسی منو خوب نمیشناسه، یا باید برین توی سیتینگ ویندوزتون این رو بتونین فارسی رو بشناسین بهش دقیقاً، یا بهتره که تاهوما کنین، چون تو تمام نرم افزارها تاهوما رو یک فونتی هست که انگلیسی و فارسی رو به صورت مناسبی رو نشون میده و خب من تاهوما کردم که سریع‌تر باشه. خب پس انجام تحقیق کتابخانه 7 روز بود، من اینجا زمانش رو قرار دادم. اصولا تو پروژه ها خب زمان روی روز خورد میشه و مثلا ما میگیم آقا این 7 روز طول میکشه. خب بعضیا هستن مثلا میگن 7 روز و نیم طول میکشه. اگر این 7 روز و نیم طول کشیده باشه، من میتونم اینجا بنویسم 7 و نیم، که اون نیمو بر اساس نصف روز کاری در نظر میگیره، یا 2 ساعت مثلا، خب 2 ساعت کاری که میتونیم اینطوری قرار بدیم. ما میتونیم ماه و سال رو هم قرار بدیم، به جای این مثلا دیز بذارم ام که به صورت مینتس در نظر میگیره. اگر ام او 8 مانث بنویسم، متوجه نشد فکر میکنم، ایگره که یادم مانف بودش، 8 MO قرار میدم. خب مانتس در نظر ام او اگه قرار بدیم مانتس در نظر میگیره، اگه ایگریک قرار بدیم سال در نظر میگیره، حالا years باید بنویسیم، این حالت 8 سال. The duration intensity and support for this type of duration is standard format such as 4 hours or 12 days. ما میتونیم بیاریم اینجا توی options، توی schedule، توی قسمت days، hours، duration internet in days، دیگه سال نداره، maximum months، خب weeks میتونیم در نظر بگیریم. حالا اگر مثلا اینجا weeks قرار بدیم اوکی کنیم، اینجا 8 بزنم، 8 هفته رو در نظر میگیره، اینجا 8 بزنم، 8 weeks در نظر میگیره. خب اما years یا سال نداره، باید month بزنم، بعد مثلا بگم 12 months که میشه 1 سال ماکسیموم میشه. خب به این صورت پس ما روزها رو میتونیم به راحتی اینجا تعریف کنیم. وقتی که روزها رو تعریف کنیم دیگه واسه summary task ها تعریف نمی کنیم، من میام فقط واسه اینها task ها رو تعریف میکنم. واسه summary task ها دیگه خودش محاسبات رو انجام میده. اگه من اینو اضافه کنم میبینین این خودش داره اضافه میکنه اینا رو. خب وقتی که من یه بار رو که زدم به صورت اسکجول بود، دوباره تغییر میدم به صورت از اسکجول خارج میکنم، یعنی مثلا من اینجا اینو 2 میکنم دیگه از حالت اسکجول خارجم، چون یه بار قرار دادم. اگه خواستم مثلا بگم آقا این هنوز حالت اسکجوله، استیمیت هستش، استیمیت تیکشو میزنم و میگم آقا این هنوز، من دارم تخمین میزنم، نمیتونم دقیق بگم که چی زمان به صورت 8 ماه هستش. خب فرقش اینطوریه، چون
ما قبل از پروژه اینا رو داریم تخمین میزنیم و در زمانی که پروژه داره ران میشه، باز من از همین دوریشن استارت و فینیش و یه اکچوالی که دارم استفاده خواهم کرد و این حالت های زمانی که به صورت تخمینی هست و میام بیسلاین واسش تعریف میکنم که حالا جلوتر خواهیم دید تو زمانی که میخوایم کنترل پروژه انجام بدیم و اینا رو دیگه میبره تو حالت بیسلاین، میگه تو قبلا اینقدر تخمین زدی، الان میگه اینقدره ولی اکچوالش اونقدر طول کشیده که حالا با هم خواهیم دید. پس به این صورت من میتونم پروژم رو اسکجول کنم. خب مورد دیگه‌ای که هستش من میخواستم توی تایمینگ به شما بگم، قبل از اینکه حتی من بخوام تایمر رو وارد بکنم، خیلی مهم تقویم‌های ما هستش. مخصوصا توی فارسی من روزهای جمعه رو تعطیل هستم خب توی تقویم فارسی، اما توی انگلیسی که MSP پیش ورزش هست روزهای شنبه و یک شنبه رو تعطیل میکنه. خب من میخوام این تقویم رو عوض کنم، بگم آقا من جمعه هم تعطیله و ساعت کاریم هم ساعت کاری هستش که حالا تعریف شده، باید بیام تو تب پروژه کلکیلیت چینج ورکینگ تایم. توی چینج ورکینگ تایم من حالا بذاریم بیام توی MSP قبلی چون اینجا تعریف کردم، میبندم نوام میکنم، این بیفور رو میارم بالا. خب میخوام الان تقویمم رو تعریف کنم، میام توی پروژکت توی ورک چینج ورکینگ تایمز، اینجا میتونم تقویمم تعریف کنم. یه تقویم استانداردی وجود داره واسه MSP، سعی میکنم اینو تغییر ندم، شما میتونین اینو تغییر بدین اگر همه پروژه هاتون به صورت در ایران انجام میشه، اما خب بعضی جاها ممکنه بریم از همین تقویم استاندارد MSP بخوایم استفاده کنم. واسه اینکه این تغییر نکنه کریتش میکنم، همینو مودیفای نمیکنم، یه دونه کریت نیو کلندر بیس آن استاندارد کلندر درست میکنم. من میتونم نایت شیفت قرار بدم واسه زمانهایی که شیفت شب دارم، واسه 24 ساعته وقتی که اصلا کلن 24 ساعته دارم کار میکنم، شیفت شب دیگه حالا ندارم، ولی خب استاندارد کلندر به صورت پیشفرض هست که یه دونه کلندر بر اساس این میخوام بسازم. خب یه دونه کپی میسازم، من میگم ایران کلندر واسه پروژه های که من داخل ایران دارم انجام میدم کلندر. خب make a copy of استاندارد، میتونم اینجا تغییر بدم اینا. خب یه کپی از این میگیره و درست میکنم. خب حالا میام اینجا میخوام زمانهایی که توی ایران تعطیل هست رو تعریف کنم. خب ما دو جور زمان تعطیلی داریم، یکی هستش که آقا من مثلا در سال یه بار رخ میده، مثل وفات حضرت علی یا مثلا تولد حضرت علی یا مثلا عید فطر که تعطیل میشه، یا یه نوع هستش که آقا مثلا مدت زمان کاری من تغییر میکنه، یا مثلا جمعه ها که هر هفته تعطیله. خب من اگه اینجا اکسپشن رو توجه کنیم واسه زمانهایی هست که یه بار تغییر کرده، مثلا من میام اینجا مینویسم وفات حضرت علی. خب اشتباه تایپی داشتم، شهادت حضرت علی علیه السلام و تولد حضرت علی، اون وقت من چون هنوز تاریخ ها رو اینجا تعریف کردم گفت کانفلیکت داره، هم تو یک روز که نمیتونیم دو جور تعطیلی داشته باشیم. خب من میام توی تقویمم، من فکر میکنم 20 تا حدودا یا 30 روز تعطیلی اکسپشن داریم توی ایران که بعد اونا رو تعریف کنیم، که حالا میام اوکی دیگه بهتره اول تاریخ ها رو 16 هم میکنم، میام 16 هم. خب این هم مثلا 13 هم تعطیل اکسپشن قرار میدم، میدونید اینجا رو میکنه قرمز که 13 هم تعطیله، 16 هم که ساندی بوده حالا تعطیل هستش. یه دونه هم یه نوعه دارم که میگم آقا کلن ورک ویک من تغییر میکنه ساعتاش، یه دونه دیفالت دارم که تو روزهای عادی من شنبه ها ساعت کاریم از ساعت 8 صبح، میام اینجا میگم از ساعت 8 صبح
8 AM تا ساعت 12 PM در مثال فارسی نوشتم 12 PM. خب یه دونه هم دوباره از ساعت 13 شروع میشه تا ساعت 14 و 30 بتونه مثال. خب این ساندی ماندی که به صورت عادی هستش، اینم ساعت 5 میکنم، یک ساعت وقت ناهاره، از ساعت 12 تا 1 وقت ناهاره، از ساعت 1 تا 5 هم دوباره کاره که میشه 8 ساعت کاری. روز دوشنبه هم همینطور، روز سه شنبه هم همینطور، چهارشنبه، پنج شنبه ساعت کاری ما فرق داره، از ساعت 8 تا 12 هست. جمعه ها تعطیله، یک شنبه ها هم دیگه تعطیل نیست، از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 AM PM. خب و از ساعت 13 تا ساعت 17. اوکی. و الان ساعت کاری من تغییر کردش. بعضی وقتا مثل ماه رمضان، خب من اینجا می نویسم رمضان، خب ساعت کاریای ما تغییر میکنه. از چه تاریخی من میام میبینم اوکی ماه رمضان امسال از چه تاریخی شروع شده، بر فرض میگیرم مثلا ماه دیگه است، از اول آگوست تا 31 آگوست واسه 30 روز من میام ساعت کاریمو تغییر میدم، از ساعت 1 میکنم مثلا تا ساعت 3. فرض کنیم که یک ساعت دیرتر تعطیل میشم، یک ساعت هم دیرتر میام سر کار. فرضمون اینه ماه رمضان. خب خیلی از شرکت ها ساعت کاریشون کمی فرق داره که اینها رو تغییر بده. خب از ساعت این تا واسه بقیه موارد هم همین کار رو انجام میشه ماه رمضان. اگر روزهای واسه تو ماه رمضان باز دو روز دیگه هم هستش که من دیرتر باز میرم سر کار که اونا رو میتونین خودتون ست کنین. پس تاریخ ها رو به این صورت من میام ست میکنم و اوکی. خب حالا باید به MSB بگیم که دیگه از این کلندر استاندارد استفاده نکن، بیا از کلندر ایران استفاده کن. برای این کار میریم تو تب پروژکت، پروژکت اینفورمیشن، کلندر استاندارد رو میکنیم ایران کلندر و محاسبات زمانی همونطور که این تغییرات اعمال شد محاسبات زمانی رو بر اساس ایران کلندر انجام میده. اما واسه نمایشش هنوز داره اینجا نمایش استاندارد کلندر رو واسه ما نشون میده. واسه این کار کلیک راست میکنیم نان ورکینگ تایم، میایم اینجا کلندر رو میکنیم دوباره ایران کلندر و اوکی میکنیم. و همینطور که میبینین روز یک روز که فرایدی هستش اونا رو تعطیل میکنه. یه مقدار اگه اینجا شلوغ هست اسکیلتون میتونیم بیاین اینجا تایم اسکیل رو یه ذره تغییر بدیم. من خودم اصولا از تو تایر استفاده نمیکنم، از وان تایر استفاده میکنم و اوکی میکنم. باز یکم تایم اسکیل اینم میام مثلا به صورت این قرار میدم ونزدی جنوری کانتم یک میذارم که به صورت تک تک بره جلو. خب نوامبر 13 هم که جمعه باشه تعطیل میکنه. باز اگه مثلا این نمایششتون بده میتونین ونزدی جنوری 28 مثلا اینطوری نشون فرایدی خب نوامبر 13 میبینین، یا حتی اگه بازم خواستین میتونین یه نوع دیگه شو مثلا این ونزدی 28 باز خوبه فرایدی 13 هم ساتردی 14 هم. یکم فقط ماه ها رو از دست میدیم ولی نمایش بهتر میشه. بعد اینم اگه مثلا توسی دوست نداشتین میتونیم بیاین دوباره نان ورکینگ تایم کالرش رو بکنین مثلا نارنجی کم رنگ، پترنش هم میتونین حالا تغییر بده ولی همه خوب اوکی میکنه. و میبینیم که دیگه فرایدی ها روزای تعطیل ما هستش و خب دیگه تعطیل کرده و الان درست داره نمایش میده. و اینم میشه محاسبات زمانی ما. حالا اگه من اون آخر چیز رو نشون بدم اینجا من زمانها رو زده بودم، کلندرم رو درست کرده بودم، تایم اسکیلم رو اینجا دیگه تغییر ندادم مثلا شکلش چجوری باشه. به نظرم خوب بود، زیاد توی ریپورت گیری واسه ما تاثیر نداره، شاید همون لحظه تاثیر داشته باشه. من مثلا خوبه واسه اینکه رنگ توسی رنگ مثلا خشکی هست اینو اوکی کنم
به این صورت شد. این 2 روز تعطیلی هم اون 2 روزی بودش که مثلا یه روز شنبه افتاده، حالا از اون چنج ورک تایم اگه بیایم اکسپشن های ما هستش. پس الان محاسبات زمانی رو توی MSP دیدیم که چجوری وارد میشه، توی اینجا دوریشن ها رو وارد میکردیم. فقط استارت پروژه، اگه من بیام توی پروژه اینفورمیشن استارت پروژه من میتونم، من اینجا قرار دادم سپتامبر 2016 که بودن شهریور میشه. خب میتونین خودتون بیاین تغییر بدین، بگین آقا من اگه از 1 سپتامبر قرار باشه این کار رو استارتش رو بدم، چون اینو من 22 سپتامبر که گذاشته بودم تا اونجا که یادم فکر کنم اول مهر میشدش که خب دانشگاه ها باز میشه و من شروع میکنم مثلا واسه پایان نامه هم استارت هم میزنم و کار کردم. بذاریم منم تقویم نگاه کنم اینم واقعا چندومه. این میشه 21 شهریور، 28 شهریور، 30 شهریور میشه 20 سپتامبر. خب که تعطیلم هستش، سه شنبه است. خب 31 شهریور، 21 سپتامبر، 22 سپتامبر که اینجا زدم اول مهره. اگه مثلا اینو تغییر بدم، اوکی کنم، کلا پروژه‌ام شیفت پیدا میکنه به این بر و استارت پروژه من از 1 روز دیگه. ولی خب استارت پروژه من قراره از اول مهر ما یعنی 22 سپتامبر بخوره و من شروع کنم پایان نامم رو. خب امیدوارم موفق باشید و این کار رو خودتون انجام بدین. من فایل MSP رو تا اینجا قرار میدم براتون توی وبسایت که بتونین استفاده کنین تا هومور کنم اینو. ولی خودتون بیاین فعالیت ها رو حتی اگرم سخت هست تک تک وارد کنین و این کارها رو انجام بدین و تنبلی نکنین. با تشکر از شما تو جلسه بعد وارد مبحث مدیریت منابع میشین، تخصیص منابع که اونجا بحث خواهیم کردش. تشکر از شما و خدا نگهدار.